تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز جمعه میزبان مهندس حاج رسول فضاله مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم متحر امام حسین علیه السلام بود مهندس فضاله با حضور در برنامه سلام کربلا به پرسش های مطرح شده پیرامون خدمات این بخش به ویژه در ایام زیارت اربعین پاسخ داد جزیات بیشتر در این باره را با هم ببینیم و بشنویم مهندس حاج رسول فضاله مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم متحر امام حسین علیه السلام با حضور در برنامه سلام کربلا برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام اظهار داشت زیارت اربعین از چند روز پیش شروع شده و سیل جمعیت در حال حرکت به سمت کربلا است و تامین امنیت و آرامش برای همه زائرین محترم در شهر مقدس کربلا و اطراف حرم امام حسین علیه السلام و هر آنچه زائران از لحاظ امنیتی به آن نیاز داشته باشند بر عهده ماست مهندس حاج رسول فضاله با اشاره به اینکه از لحاظ فنی و خدماتی و سایر امور بین این مجموعه و سایر ارگان ها از جمله پلیس نیروهای انتظامی و اطلاعاتی هماهنگی و همکاری نزدیک وجود دارد اظهار داشت یکی از وظایف ما کنترل دوربین هاست که بیش از 1800 دوربین علاوه بر مراقبت از داخل حرم متحر و اطراف آن در اطراف شهر مقدس کربلا توضیح شده اند. مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم متحر امام حسین علیه السلام در ادامه گفت تعدادی از دوربین ها وظیفه چهره شناسی را بر عهده دارند تا کسانی که به خاطر جنایت های امنیتی یا قانونی مورد تعقیب پلیس هستند رصد شوند مهندس فضاله تاکید کرد که عوامل اجرایی ما 24 ساعته در راستای حفظ امنیت زائران فعالیت می کنند تا زائران حسینی در امنیت کامل باشند وی همچنین تاکید کرد ما به ظاهران سید الشهدا از طریق شبکه امام حسین علیه السلام اعلام میکنیم که ان الله در امنیت هستند و خطری آنان را تهدید نمیکند مهندس حاج رسول فضاله به خانواده ها توصیه کرد که در جیب فرزندانشان حتما شماره تلفن خود را قرار دهند و بدین منظور مرکزی در حرم های متحر امام حسین و حضرت عباس علیهما سلام در نظر گرفته است مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم متحر امام حسین علیه السلام با اشاره به شرح وظایف قسمت ارائه کمک های بشر دوستانه گفت این بخش وظیفه نقل و انتقال زائران را از ورودی ها به سمت حرم متحر انجام می دهد و افرادی که معلولیت های جسمی دارند می توانند از خدمات این مجموعه استفاده کنند. اما در روزهای پایانی زیارت که حتما ازدهام جمعیت بسیار زیاد می شود مطمئنا این مسئله کمی به تعویق خواهد افتاد و فقط در ساعت خاصی مانند نیمه شبها یا قبل از اذان صبح این فعالیت امکان پذیر خواهد بود وی در ادامه اظهار داشت همه زائران و همه اصحاب مواکب تقاضا داریم که هنگام ورود به حرمهای های متحر امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما حتما صبور باشند چرا که جمعیت بسیار زیادی در این ایام میخواهند داخل حرمهای متهر شده و خارج شوند مهندس حاج رسول فضاله از زایران درخواست نمود که در اوقات نماز ظهر و مغرب و عشا پیش از وقت نماز مکان مناسب برای خود جهت ادای فریضه نماز را پیدا کنند مدیر بخش امنیت و انتظامات حرم متحر امام حسین علیه السلام تاکید کرد که حائر امام حسین علیه السلام با چند طبقه برای زائران آماده شده و صحن متحر سید و شهده علیه السلام فضای محدودی دارد و ممکن است گاه چند دقیقه درب ها بسته شود تا بتوان برای ادای نماز شرایط مناسبی ایجاد کرد.